بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امیدوار هستم که همگی جور و صحت و سلامت بوده باشند و امید قبولی طاعات و عبادات و روزه همه هموطنان عزیزمان به بارگاه حضرت حق هستیم. امیدوار هستم که باز هم روز خوبی از ماه مبارک رمضان را انشاءالله در آستانه پایان بخشیدنش هستیم و روزه های باقی مانده از ماه مبارک رمضان هم بسان امروز در فضای خوبی و خوشی و امنیت و آسایش و آرامش انشاءالله که سپری شود. امروز هم بسان روزه های گذشته مهمانان عزیز و گرامی را دعوت کردیم که در استودیو با ما تشریف دارند که انشاءالله با ایشان صحبت میکنیم. جناب استاد امام الدین ماجدی استاد دانشگاه و همچنان جناب قاری صاحب حجت الله پشه‌ای استاد حفظ و تجوید قرآن کریم. مهمانان عزیز خوش آمدیم به بحث امروزمان یا شاممان. امیدوار هستم که طاعات عبادات و روزه همگی انشاءالله به پیشگاه حضرت حق قبول باشه. جناب استاد ماجدی، پیشنهادم است که آغاز بحث برنامه ما اگر با تلاوت آیات از کلام الله مجید به وسیله قاری صاحب شوه خوش میشیم. انشاءالله که شما موافق هستین. بخیر، بسیار خوب. قاری صاحب بزرگوار در خدمت هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون ما شاء الله وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا
يعلمون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا تلاوتنا رب العالمين. امين. اللهم اغفر قلوبنا بالقران. امين. وزين اخلاقنا بالقران. امين يا رب. ونجنا من النار بالقران. امين. وادخلنا في الجنه بشفاعه القران. امين. اللهم اجرنا من النار. امين. اللهم اجرنا من النار. امين. وصلى الله تعالى على خير خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب. ما شاء الله خداوند خیرتان بده. بسیار تلاوت زیبا و خوب کردین. انشاءالله باز هم در فاصله ها به شما بر میگردیم، تلاوت های بیشتری از شما باز هم بشنویم. جناب استاد ماجیدی خوش آمدین و همچنان روزه و رمضان چیتون میگذره در این روزه ها؟ شکر است جناب احمدی صاحب، بخیر باشین، سلامت باشین. الحمدلله رمضان مبارک امسال خیلی خوب است. روزه خو یک ضیافت الهی است برای ما شما که در سال یک بار میه. الحمدلله بسیار خوب میگذره. با چه تفاوت هایی با سال هایی گذشته؟ خوب تفاوت ها، گرچه این سال ما در نصف روزه مسافر بودم تقریبا، ولی با وصف مسافریت در اونجا هم خیلی خوب بود. هوای مناسب و فضای خیلی خوب. اینجا هم که آمدم الحمدلله نسبت به سال های قبل هوا هم خیلی خوب است، معتدل است، هوا معتدل هست و فضای خیلی مناسب هست. و الحمدلله یک چیزی که هست این سال امنیت خیلی خوب داریم دیگه، آزاد میتونه که مردم در ختم های قرآن کریم از طرف شب اشتراک بکنن و همچنان به قیام اللیل میتونن که اشتراک بکنن. در سال های گذشته یک ذره خیلی مشکلات بود به نسبت ناامنی و ما و شما شاهد بودیم که در مساجد اکثر انفجار صورت میگرفت. گرچه این سال هم امسال هم حوادث داشتیم، الله مغفرت کنه شهدای رمضان امسال را، ولی امسال خیلی خوب است الحمدلله نسبت به سالهای گذشته. بسیار خوب. بریم سر اکثر مسائلی که نیاز است که در رمضان سرش بحث شود، بخصوص در دهه اخیر قرار داریم. مناسبت قرآن با رمضان چی است؟ چی تناسبی بین قرآن کریم و بین ماه مبارک رمضان موجود است؟ بله خیلی سوال خوب است. ببینین
قرآن کریم در واقع کتاب الهی است و رمضان مبارک یکی از ماهای اسلامی هست، ماه قمری که ماه نهمی از ماه قمری میشه. در حقیقت رمضان بهار قرآن است، طوری که قرآن کریم بهار قلب هاست. در بهار طبیعت تازه میشه و با خواندن قرآن کریم طبیعت انسان ها تازه میشه، روح و روان انسان روح و روان انسان خوب تازه میشه. آنجاست که حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید تفقهوا بالقرآن فإنه ربیع القلوب. شما در مورد قرآن کریم تفقه علم حاصل بکنین، چون قرآن بهار قلب هاست. ما میتونیم که روح و روان خود توسط قرآن کریم شاد بسازیم. ما میتونیم که در واقع فامیل خود، فرزندان خود، منطقه و محله‌ای که زندگی میکنیم، کشور خود، ملت خود توسط قرآن کریم روشن بسازیم و ایده شاد بسازیم. ببینین در آیه مبارکه الله رب العزت میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی هست که در این ماه قرآن کریم نازل شده. بله. خب یگانه ویژگی این ماه همی است که در این نزول قرآن صورت گرفته و علتی که این قرآن ای ماه مبارک هست هم همی است که نزول قرآن دهی شده. درست. و دیگری که در این ماه ما روزه میگیریم. ورنه در ذات خود ماه رمضان یکی از ماه‌های قمری است، طوری که قبلا عرض کردم. با دیگر ماه‌ها و زمان‌ها تفاوتی ندارد؟ نه خیر. از لحاظ زمانی؟ از لحاظ زمانی هیچ تفاوت ندارد، بلکه تفاوت در این هست که در این ماه قرآن کریم نازل شده. درست. و در این ماه بهترین از شب‌ها وجود دارد که لیلة القدر است. خداوند در آیه مبارکه می‌فرماید انا انزلناه فی لیلة القدر. این مناسبت قرآن با رمضان هست. درست. ما نازل کردیم قرآن کریم را در شب قدر. خب در آیه دیگر هم می‌فرماید که اینو انزلناه فی لیلة مبارکه. امی لیل شب قدر کدام شب هست؟ شبی هست که پر از برکت هست. و پس قرآن در ماهی که نازل شد او ما مبارک هست، ماه رمضان هست. و قرآن کریم در مکانی که نازل شد که مکه مکرمه است، آغاز قرآن، نزول قرآن، او مکانی مبارک هست. و قرآن کریم بر فردی که نازل شد او فرد مبارک است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست. ایره میتونیم که بگوییم که مناسبات قرآن کریم و رابطه قرآن با رمضان و یا اینکه رابطه رمضان با قرآن هست. پس ما در این ماه کاری که باید میکنیم امی هست که قرآن کریم بیشتر تلاوت بکنیم و قرآن کریم بخوانیم، چی در نماز باشه و چی در غیر نماز باشه. البته ما نباید رمضان را مخصوص تلاوت قرآن قرار بدیم، بلکه میشه که کسایی که حافظان قرآن هستند، مجاویدین هستند، در این ماه برای فرزندان اسلام، برای جوانان قرآن یاد بتن. بله. کسایی که اهل قلم هستند آنها میتونن که در مورد تفسیر قرآن کریم، در مورد مفاهیم قرآن کریم مقاله های داشته باشن و این را به جوانا عرضه کنن و این بهترین خدمت میشه که برای جوانا و فرزندان ما باشه. بسیار خوب قاری صاحب، با شما بر بگردیم. استاد پیشتر گفتن که ماجدی صاحب که حفاظ قرآن کریم، عالمان و همچنان بخصوص کسایی که تخصصی بیشتری در زمینه قرآن کریم دارند، مثل تجوید و صوت و لحن و حفظ، شیوه های حفظ، این نیازی بیشتر است که باید توجه بیشتری در همین زمینه شود. پرسون از خودتان را کنم که همین شیوه هایی را یا روش هایی که سبک هایی که میتونیم با این سبک ها قرآن کریم خوبتر یاد شود، درستتر حفظ شود، به نظرتان چگونه است؟ بسیار خوب سوال شما را کردین. شما روش ها خطبا ما سه روش داریم: تحقیق از ترتیل از و تدبیر، تحضیر از و تدبیر از. همین سه روش یعنی از ترتیل چی شده؟
گرفته شده. گرفته شده، لیکن در تدریس که از کسی که استاد حفظ از یعنی فرق میکنه تدریس حفظ تدریس تجوید ای به خود شیوه داره. تجوید که از کسی که تدریس میکنه از او از روش تحقیق استفاده میکنه. قسمی که حال ما خواندم پیش در خواندن نمی تحقیق هست، درست. و در روش حفظ و نظیره و رویخانی ای باز تدویر و از تحضیر باز استفاده میکنه. چون یک حرف که یک کلمه تکرار میکنی شاگرد رو تکرار میکنه و تحقیق نمیشه که چی باشه یا آیات مکمل میخوانی، چون در اوجا قواعد به گونه عملی تطبیق میشه، به گونه علمی تطبیق نمیشه. یعنی ما تجوید هم که تدریس میکنیم دو نوع چیز هست، یک تجوید علمی هست دیگه عملی هست. تجوید عملی کس که نو میایه و صنف جاین میکنه، قاعده میخونه، چی میخونه، او را استاد به گونه عملی میخونه برش. درست. او ای را یعنی سما میکنه، تلفظ میکنه، لیکن خبر نیست. وقتی خبر میشه که وقت علمش به او صنف به او سویه برسه که تجوید بیاموزه، باز او علمی میشه. باز یعنی از لحاظ نظری و عملی دیگه. عملی یعنی درست. تجوید عملی که است ای عملی مطابق قواعد تجوید قرآن خواندن این فرض عین است. و علمی که از او فرض کفایه است. اینه یک تعدادی اگر بیاموزن دیگر از دیگر را ساقط میشه. ساقط میشه چیز میشه. یعنی روش خوبه با کس که نامه هم تحضیر و تدویر است. بله. بعضی روش تفاقه. و کس که باز تجوید عملی میخوانه میخواه که یاد بگیره و باز او تحقیق است که امون حرف تحقیق در وقت میشه که کمی وقت سر زیاد چی شوه در وقت یادا. خب. سرعتش یعنی اگه با سرعت بخوانیم صحیح تحقیق نمیشه، اگه سرعت کم باشه باز صحیح تحقیق میشه. باز با او لازم است که تحقیق روش تحقیق استفاده بکنه. اگر روی خوانی و حفظ میخوانه از تدویر و تحضیر استفاده بکنه. بسیار خوب. استاد ماجدی، در مورد رابطه رمضان با قرآن کریم بیشتر گفتین، چی کار باید کنیم که بیشتر در مورد قرآن کریم آگاهی دهی شود؟ بیشتر گفتیم مقالات علمی و تحقیقی باید نوشته شود و باید سمینارها برگزار شود. ما در افغانستان در زمینه یک ذره کمکاری بیشتر است. مثلا دارالحفاظها بیشتر داریم، حلقات درس و تفسیر هم فکر کنم داشته باشیم، اما در زمینه کارهای علمی و تحقیقی قرآن کریم تا کنون فکر کنم که گامه های برداشته نشده در این زمینه. اگر برداشته میشدن بسیار ناچیز و اندک است. چه کار شود که باید اینمی قرآن کریم ما روی بیاریم به لحاظ علمی و تحقیقی، نه تنها حفظ قرآن کریم و خواندن و تلاوت ظاهری و شکلیش؟ بله جناب احمدی صاحب، دقیقا که قرآن کریم تنها به خاطر تلاوت نامده. بله. قرآن کریم به خاطر از این آمده که ایره خداوند فرستاده ما ایره بخونیم، طوری که الفاظ از ایره میخونیم تلاوت میکنیم، در معنا مفهوم تفسیر قرآن کریم باید ما مطالعه خوب داشته باشیم و تحقیق کنیم. حضرت عبدالله ابن مبارک اصف الله علم میفرماید که قرآن کریم برای تدبر نازل شده، ولیکن و جعلوه لتلاوه، مردم این قرآن را برای تلاوت تنها اختصاص داده. در آیات قرآن هم که ما میبینیم در آیات مختلف گاهی میفرماید لعلکم تدبرون تفکرون تعقلون. این اشاره به این است که ما باید در قرآن تفکر کنیم. بله. ما در قرآن تحقیق کنیم. البته ای که ما چگونه بتانیم قرآن کریم ترویج کنیم در جامعه خود، راه های مختلفی داره. یکی از راه ها همی است که ما افراد متخصص در این راستا باید تربیه بکنیم. اینها بتانند که جوانا را در این راستا دعوت کنن، تدریس کنن و تربیت کنن، چی از طریق سمینارها باشه و چی از طریق مقالات باشه و چی از طریق محافل باشه. ما داریم در دیگر کشورهای اسلامی به خصوص وقتی ماه مبارک رمضان فرا میرسه محافل قرآنی آغاز میشه. بله. از اول رمضان تا به آخر رمضان تقسیمات دارن، تقسیم اوقات منظم. هر شب محافل در مورد قرائت قرآن کریم است، حسن قرائت است، ترتیل است و به این ترتیب در مورد مقالاتی که گفتیم ارائه میشه و ارائه از طریق متخصصین و علما و مفسرین در مورد قرآن کریم آگاهی داده میشه. این یک
راه برای تشویقی رسیدن به قرآن میشه که ما بتانیم که فرزندان خدا و جوانای خدا از این طریق تشویق کنیم به خواندن قرآن، چی الفاظ قرآن باشه و چی حفظ قرآن کریم باشه و چی تفسیر و مفهوم قرآن کریم باشه. این راه هایی هست که ما میتونیم قرآن کریم بیشتر ترویج بتیم و سر مفاهیم قرآن و تفسیر قرآن کریم کار صورت بگیره. تدبر و تفکر گفتین بسیار کمتر توجه صورت میگیره. یکی از دلایلش هم شاید ای باشه که کسی که تلاوت میکنه با معانی و مفاهیم چندان آشنایی نداره، درست است؟ کلاس های درسی، شیوه های درسی، حلقات درسی برگزار شود که همی تفسیر و ترجمه قرآن کریم به مردم رسانده شود، البته به شکلی بسیار ساده و عام فهم شود. تفسیرهای قرآن کریم خیلی زیاد است، اما مشکل است، سخت است. هزاران تفسیر در قرآن کریم نوشته شده، اما بسیار زیاد سخت است که همه مردم بتانن او را فرا بگیره. منظورم است که چگونه باید آسان سازی شود علوم اسلامی در کل، بخصوص علم تفسیر. خب عرض کردم که قرآن کریم یکی از ویژگی های قرآن کریم همی هست که به محض مطالعه قرآن کریم فهمش بسیار مشکل است، دشوار است. یک جوان یا یک دانشجو بخواهد که از طریق مطالعه قرآن کریم یاد بگیره بسیار مشکل است. تا که یک راهنمایی برای از این صورت نگیره از طریق اساتید، چی دوره های تفسیر باشه، چی درس های سمیناری باشه و یا چی پروگرام های دعوتی باشه، تا از این طریق جوانا تربیت نشوند و راهنمایی نشوند، خواندن قرآن کریم و تفسیر قرآن کریم بسیار دشوار است. ببخشید. بنابراین یگانه راه آسانی که برای تعلیم قرآن کریم یا یاد گرفتن قرآن کریم وجود داره درس و تدریس است. درست. درس و تدریس است. و درس و تدریس چی در مدارس باشه، در مکاتب باشه، و ما میتونیم که از این طریق بیشتر آگاهی بتیم و جوانان درس بخونن، قرآن کریم یاد بگیرن. در مکاتب مضمون قرآن کریم داریم، مضمون قرآن کریم در مکتب هست، او را هم در آخر صنف میارن، میگنجانن، استادش هم یک کسایی را میگیرن که یا تخصص نداره، مثلا اگر معلم ریاضی است که مضمون برش نرسن بگن قرآن کریم برش بدین. در آخر ساعت هم هست که در او آخر کلگی رو میبراین، اگر نبرای هم از صنف استاد شوان هم چندان توجهی نمیگن، میگن قرآن کریم است دیگه. این یک مشکل نیست به نظر کن؟ دقیقا برای ترویج قرآن کریم هم در مکتب که باید از همیجا درست بیایه. من بسیار با جرأت میتونم بگویم که به اساس این روش قرآن کریم هیچ چیز گرفته نمیشه، یاد گرفته نمیشه. مشکل است که ما به یک مضمون در چیز برای یک مضمون در مکتب و او هم که گفته شما در آخر میارن و باز هم تایم تفسیر وقتی میشه یا قرآن کریم میشه اکثر شاگردان فرار میکنن. به این مشکل است، ولی این نشان میده که بی توجهی در زمینه صورت میگیره. بله، بی توجهی، دقیقاً بی توجهی است. بعد کلاس های منظم در دیگر در مکمل سال اگر نمیشه، حداقل ما بعد رمضان اختصاص بدیم برای خواندن قرآن کریم و برای تفسیر قرآن کریم. یعنی میتونه که خواندن قرآن در یک ماه یا در دو ماه نزد اساتید ای کمک کنه برای مطالعه قرآن کریم، از تفاسیر و از دیگر مقالات ما یاد بگیریم. یک راهنمایی در این صورت میگیرد. حال که ما در مکاتب داریم یا در مدارس بسیار ناچیز است قرآن کریم، حتی الفاظ یاد نمیگیرن. ما داریم شاگردایی که صنف 9 یا صنف 10 هست، حتی قرآن کریم را از الفاظ، از بساس الفاظ روخانی کرده نمیتونه. تجوید از او زیاد دشوار است و تنها لفظ قرآن کریم خوانده نمیتونه. پس تفسیر قرآن کریم یا تجوید قرآن کریم از این راه خیلی مشکل است. یگانه راهی که عرض کردم امو برنامه های قرآنی است. از طریق برنامه های قرآنی جوانا تشویق میشن و بعد ما میتونیم که درسهای قرآن کریم دایر کنیم. در دیگر ماه ها میشه، ولی در ماه رمضان مبارک بیشتر فرصت است برای ما که ما
درس های قرآن کریم دایر بکنیم، جوانا بیان و بعضی تحصیلات برشون آماده شوه، قرآن کریم یاد بگیرن. بسیار خوب، بهترین است. بسیار خوب قاری صاحب، پیشتر سه روش برای حفظ قرآن کریم یاد کردین. یکی روش تحقیق است گفتین، روش دیگر هم تدبیر است و روش دیگر هم تحضیر. تحقیق خوانمو که خواندین پیشتر دوگان، یعنی وقت زیاد میگیره. مثلا یک آیت که بخوان حداقل باید یک دقیقه دو دقیقه وقت وقت بگیره. امی دو شیوه دیگر عملی بر ما نم تو بخوان که ببینیم چی است. قبل از اینکه به این روش ها بیایم، استاد محترم بسیار به خاطر تدریس و تفهیم قرآن کریم بسیار خوب گپ زد. من تا یک چیزی که ما اضافه میکنم این است که به توجه و سزام است در این چیز. یک استاد قرآن کریم که میباشه اینقدر توجه و شاگردان نمیکنه، تشویق نمیکنه، غیر از این تهدید است خلاص. آها، بسیار چیز به بحث خوب اشاره کردید. ما شاگردان تشویق بکنیم، اگر غلط هم میخوانه آفرین شاباسی برش بدیم که خوب خواندی، چون این قرآن کریم است، باید مردم را جلب بکنیم. بله، نرانیم. چون امی از حقوق قرآن کریم استاد خوب میدونه از ما، یک امی است که یعنی دعوت پاش نشر کردن، مردم را تشویق کردن به خاطر قرآن خواندن، امی حق قرآن کریم است. بله بله بله، و این مهم رول امی استاد داره. وقتی که استاد به توجه بکنه و شاگرد هم دل سرد میشه، باز نمیای که نمیخوای که قرآن بخونه، میگه ما رفتم مسجد، رفتم زدن و کندن از چیز است، امی است که باز گوشه. حتی ما در مکاتب تدریس کردیم، والد پنتون هستم، پنتون سلام، درست از مکاتبم تجربه دارم، از پنتونم در مکاتب زدن و کندن و رو جذاب ته چیز باتی. ما مکتب داشتیم که الان فعلا بند است، بنای میزان و مکاتب مختلف که در مستقبل ما تدریس کردیم و دیگه مکتب هم تدریس کردیم. مکتب میزان از اول در اداره اول از استاد تعهد میگرفت که زدان خود دور گپ است، حتی گپ تیز به شاگرد باید زده نشه، چینی پیشانی هم نکنی به شاگرد، چینی پیشانی هم نکنی، باید با جان جان. ما دوجا تقریبا سه سال در تدریس کردیم. خب نام خدا. در سه سال زیاد شاگرد را تربیه کردیم، حتی حفظ و روی خانی و مفاهیم قرآن، یعنی با تشویق میشه. تشویق استاد باید تشویق کنه آدمی هم با موچی. بسیار زیبا، بسیار خوانده شده تدویر. یعنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحذير. تدبير قال تحذير من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای تحذیر است؟ تحذیر استی؟ خب در تراوی باید با کدام سب خونده شود؟ کدام خونده شود؟ تراوی همی داخل که خونده همی از این باید صراط بشه. در نمازهای عادی باید از این تحذیر خونده شود؟ قبلا که خونده تدبیر تدبیر خونده و در تراوی از این روش که اضافه شد مجلس بازم لحنا ایجاد میشه دیگه. خب ما در تراوی ها خب هیچ کدامی از این متاسفانه نداریم. قاری صاحب خب مشکل همی است که متاسفانه بیشتر یعنی این گپ سر استاد زیاد چیز میشه، چون همی استاد است که دیگر از او عکس تقلید میکنه. وقتی که استاد ما از این روش ها از چوکاٹ بیرون میشه، از دیگر خب ما گله نیست. ما نباید پیش مادیات و چیز بگردیم. بله بله، ما باید معنویات را درک کنیم. بله بله، معنویات همی است که ورتل القرآن ترتیلا. بله، اگر ما زود بخوانیم گپ مقتدی را بشنویم و فلانی مقتدی سرمایه دار است،
باید امروز به خواست او باید گفتن بزرگی مسجد است مثلا باید او گفته گپی از او باید در زمین نمانه. ما قصه باید نه بزرگی ما دیشه کار خدا باید بکنی. بسیار خوب، بسیار خوب است. استاد قاری صاحب، استاد به دو گپی بسیار مهم اشاره کردن. یک گپشان بعضی زدن و تعدیب اینا در مکتب و سری از او اشاره کردن و دوم گپشان سری تراوی بود. هر دو سوال از شما میپرسم آلی. اول در مورد چگونگی برگزاری کلاس های درسی در مکاتب، در مدارس و همچنان در مکتب خانه های خصوصی برمان بگیم که چرا به خاطر حفظ قرآن کریم طفل می زنن؟ آیا ای به نظرتان شیوه نادرست نیست؟ دقیقا، بسیار حرف خوبی را قاری صاحب اشاره کردن. بله، یگانه مشکلی که ما داریم به خصوص طبقه حفاظ کرام یا علما که ببینین وقتی ما طفل در سنی 8 سالگی 5 سالگی روان میکنیم به مدرسه یا به مسجد به خاطر اینکه درس بخونه. بله. درست است؟ در این سن سال هر حرکتی که استاد انجام میده در ذهن طفل حک میشه. بله. اینو برداشت میکنه بخو. اگر استاد حرکت غلط کنه هم طفل نفرت میگیره. اگر استاد حرکت خوب کنه طفل تشویق میشه. پس ای که استاد طفل میزنه لاتکوب میکنه یا هم از طریقی از لحاظ شرعی هم مشکل داره، درست نیست، و هم از لحاظ روش تدریس. ببینید ما یکی تشویق داریم یکی هم لاتکوب. شما بیاین آزمایش بکنین که آیا ما میتونیم که از طریق زدن خوب پیش میریم یا اینکه از طریق تشویق. دقیقا یگانه آله ای که طفل آماده میسازه تشویق است، هیچ جای دیگر نیست. بنابراین این اشتباه است. ما بارها در این مورد نوشتم کردیم. بله، بسیار که خوب. زدن اطفال در مساجد در واقع یک بدماشی است علی اطفال، یک حمله است بالای فکر اطفال. ما داریم مثال های زیادی داریم در زندگی خود که حتی داستان های بسیار جوانایی را ما حضوری شنیدیم گفته که ما توبه کردیم از مسجد. الله، حتی وقتی اذان میگه میشه مرا لرزه میگیره که حالا کسی مرا لط میکنه. ما شخصا پرسان کردم چرا، گفت علت شمی بود که روز اولی که در مسجد رفتم استاد مرا لط کوب کرد، اما فراری که از مسجد کردم تا حال دیگه من به مسجد نرفتم. و من شخصا خودم در زندگی که بخش تعلیم و تربیت داریم، مثلا ما استاد هستیم یا قاری هستیم یا خودتان یا ما داریم این تجربه را. وقتی یک طفل تشویق میکنی بسیار پیشرفت میکنه. بله، حتی بعضی استادای ما بسیار خوب هستند. بله بله، ما داشتیم. حال وضعیت کمک خوبتر شده. بله، بعضی اساتید هسته که برای اطفال تفهمیتن تشویقی سوال میکنن، بعد از سوال برش تحایف میتن. بله، این تشویق میشه. حتی او طفل به ارزش تحایف فکر نمیکنه. حتی یک ستاره ای که در دست از او کشیده میشه یا در رخسار از او کشیده میشه، او روز خندان به خانه میآید، به والدین خود میگه که من امروز ستاره گرفتم. بنابراین یا خواهش ما از تمام اساتید و حفاظ کرام یا علمایی که در مساجد برای اطفال تدریس میکنن امی هست که کاملا از این عمل خودداری بکنن. استاد امیر، دلیل شب از شما بشنویم که چرا این قسم میکنن، چرا لط میکنن، چرا تعدیب بیجا و ضرب صورت میگیره. حتی ما استاد از دورانی که مکتب خانه ملایی در خوشلاق در قریه من میرفتم در سن بسیار خردی شاهدی همچین چیزهایی بودیم. حالی هم از روان ما همو وضعیت دور نشده که ما یادم میاد که یکی از هم دورهای ما که قرآن کریم میخواندیم با یاد نگرفتن درسی که بر ما داده بود استادمان، این آدم به اندازه لط کرد، به اندازه که امی جلدش سیاه شده بود. خب من پرسانه بیسته استاد که امی از چی منشأ میگیره، از چی ناشی میشه؟ آیا استاد که بچنین چیزی روی آره فاقد علم و درک و فهمی لازم است که بچنین چیزی روی میاره یا کنترل کرده نمیتونه؟ دلیلش در چی است؟ حتما یک دلیل باید داشته باشه. بله بله، به نظر من یگانه دلیلی که اینجا هست تعلیماتی خودسرانه است. یعنی ما برنامه نداریم که اساتید درست سیمینار داده شوه، براش گفته شوه که روش های تعلیمی چگونه باید باشه. مثلا یک حافظ قرآن کریم آمد، یک استاد آمد در یک مسجد امام شد،
او هیچ آگاهی اصلا از درس و تدریس نداره. جز همین که اطفال جمع میشه فکر میکنه که فقط ما قرآن برشان یاد بدیم. و روش تعلیم برش معلوم نیست که ما چگونه قرآن کریم یاد بدیم. بسیار خوب است. خب بینندگان عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، دوباره خدمت شما. سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. قبولی طاعات و عبادات همگان را به پیشگاه الله متعال خواستار هستیم و استدعا میکنیم. در ادامه بس در خدمت استاد هستیم. گفتین که یک فهمی درستی وجود نداره که بر اساس یک فهمی درست از پیش تعیین شده شاگردای علوم قرآنی یا مدارسی که برای آموزش حفظ قرآن کریم صورت میگیره آموزش ببینند. بله، برداشت های نادرست هست، روش تعلیم ما نادرست هست. بنابراین ما در راستای اصلاح یزی باید کوشا باشیم از هر طریقی که باشه. درست. ما از این سنهات زیاد چیزهای تلخ دارم. بسیار. یعنی حرفهای تلخ شنیدیم و چیزهای تلخ دیدیم که اطفال لطکوب میشن، اطفال از نفرت پیدا میکنن، حتی از دین نفرت پیدا میکنن، از مساجد نفرت پیدا میکنن. و قرآن کتاب انس هست، قرآن کتاب محبت است. بله. بعد ما با محبت بیاموزانیم قرآن کریم برای اطفال. ببینین یک استاد چنایی وقتی که میایه تدریس میکنه، شاگردش وقتی خواب میبره او را بیدار نمیکنه. اگر بیدار هم میکنه بسیار به ناز و کرشمه تا اینکه تشویق شوه. ما وقتی شاگرد قرآن کریم اگر اندک حرکت نادرست بکنه لطه کوب میکنه. اطفال است دیگه، اطفال شوخی میداشته باشه. یکی از استادا همیشه توصیه میکرد، میگو ببینین طبیعت طفل همی هست که شوخ است. باید شوخ باشه. اگر شوخ نباشه فرق بین یک طفل یک ریش سفید چی شد دیگه؟ و دیگه همی شوخی هم نشان میده که طفل با استعداد است. بله، بسیاری از شوخی ها اطفالی که شوخ هستن طبعا اونها استعداد هم دارن. بله، استعدادشون قوی است. بنابراین به خاطر شوخی البته راههای داره برای جلوگیری از سرکوب نشه. آه، سرکوب نشه. راههای داره برای جلوگیری از اینکه ما جلوگیری بکنیم طفل زیاد شوخی نکنه که مانع تدریس درس دیگرا شوه. ولی راههای معقول و راههای منطقی، درست. نه اینکه ما لطکوب کنیم و اطفال بزنیم. بسیار زیاد تست خواندن قرآن کریم در تراویح. بله، هم قرآن هم بله. در این مورد هم برخی از حفاظ قرآن کریم کار میکنن و ائمه مساجد خود کارشان است. بله بله، ما شما خود زیاد دیدیم. بله، حرف خوبی است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ختم قرآن از 3 روز، از 3 شب بله. کم ای نادرست است. ما تلاش نکنیم که آلی خال الحمدلله خوبتر شده حفاظ کرام. بله. در قدیما بخصوص شبهای قدر که میشد اکثری حافظا در یک شب یا 2 شب قرآن کریم ختم میکردن. در 2 شب ما بله، این خود نادرست است. بله، نادرست است. بهترین ختم همی هست که از آغاز رمضان تا به آخر رمضان یک سپاره خوانده شود. با اون شکلی که شیوهی که قاری سپ خواندن و او هم شیوهی که قاری سپ تحدیر گفتن. بله، تحدیر. تحدیر. این هم علما میگن. بله. علما میفرمان که سریعترین نحوهی که قرآن کریم باید خوانده شود امی تحدیر است. که در ختم از این باید کار گرفته شد. و در آیات قرآن کریم هم داریم لتقرأه على مکثین و فرقناه. قدسی میترم قرآن کریم ما جدا جدا نازل کردیم لتقرأه على مکثین تا اینکه آرام آرام به مردم خوانده شود. ببینید اولی که قرآن کریم نازل میشد پیامبر خدا زود میخوان صلی الله علیه وسلم زود میخوان تا اینکه را حفظ کنه، چون او حریص بود که این زود حفظ شود که دیگه آیه کریمه نازل میشه. بله. پس خداوند برش گفت که لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. پس این آیه کریمه نص صریح است در ارتباط به اینکه کسایی که واضح گفته، کسایی که سریع میخوانن قرآن کریمه، این آیه کریمه خودش دلیل است برای ازی که این کار ناروا و کار نادرست است. دوستان اشاره میکنند که 3 دقیقه دیگه فرصت داریم. در این 3 دقیقه دیگر هم اختصاص بدیم به قاری سب که تلاوت کنند، که با تلاوتشان و بازم برنامه ما خاتمه پیدا کنند. بسیار بسیار خوب. قاری سب در خدمت هستیم بازم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
وما بسیار زیبا. سلامت باشین جناب استاد امام الدین ماجدی. از حضور شما جناب قاری صاحب استاد حجت الله پشه‌ای، از حضور شما در این بحث و برنامه سپاسگزار هستم. سلامت باشین، زنده باشین. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه ما که در همین جا به پایان رسید. تا بحث و برنامه دیگر، همه شما را به الله یکتا و توانا می سپارم. خداحافظ و نگهداری همه شما با.